این خداوند قدرت رو بده بتونیم برنامه ها رو بهتر از همین که انجام بدیم. چند سالی از تو کانادا هستم، حدود فکر میکنم 60 یا 65 برداشت هست، 65 برنامه ای هست که اینجا من حمایت کردم، سعی کردم با محبتی که جناب ارشاد کردن و این مؤسسه رو تأیید کردن، بنیاد رو ایجاد کردن و حمایت کردن، سعی کردم تا اونجایی که میتونم گوشه ای از فرهنگ ایران رو در این مملکت غریب حمایت کنم. شاید دوستان زیاد اومدن این برنامه رو دیدن، این اولین باری است که من بعد از چندین بار اومدم خدمتتون. فقط میخواستم یه شعر مقدمه بگم، میگم این فرهنگ غنی رو هر طوری که میتونیم حمایت کنیم، نگه داریم، گرد همایی ها رو بیشتر داشته باشیم، بتونیم کاری بکنیم که اتحاد ایجاد کنیم و فرهنگمون رو بیشتر از بیشتر توی یک مملکت قوی به همه بنماییم، بگیم چی هستیم، چی بودیم، به کجا رسیدیم و اون قول معروف نمیخوام جامعه سیاسی قضیه رو عنوان کنیم اینجا. ما باورمند به پرچم شیر و خورشید سرخ ایران هستیم، با هر نژادی، با هر ملیتی، با هر قومی برادر و برابر هستیم و امیدوارم که بتونیم این برنامه ها را بهتر و بهتر انجام بدیم. با اجازتون از آقای بهروزینیا که مؤسسه نوار رو دارن از او خواهش کردم این برنامه اینجا رو در اختیار ما بذاره. برنامه از این به بعد همیشه فعلا دو هفته یک بار اینجا خواهد بود. اگر دوستان علاقه داشتن شبای شیر و برنامه هایی دیگه هم داشته باشیم اینجا برنامه ایش را خواهید کرد، در خدمتون هستیم و امیدوارم برنامه های آینده رو نمیخوام جای دیگه برنامه جا کنیم، در اینجا همیشه حامی این برنامه باشیم و قدم رنجیتون تشریف بیاریم و ما رو سپورت کنیم. همین که شما رو اینجا ببینیم خوشحال است. از آقای دکتر تشکر میکنم که همیشه این برنامه رو با دل گرم پیگیر شدن، در فیسبوک شون اطلاع دادن و باز از آقای رئیس تشکر میکنم که باعث و بانی شد و این محفل هستن و روز که با ایشون آشنا شدم باعث افتخار من بود. در 80 و چندمین سال زندگی با نیت فراوان، با قدرت تمام این برنامه ها رو دوست داشتن اجرا کنن و من شرمنده و خجالته سن ایشون شدم و اجازه خواستم که اجازه بدن من حامی این برنامه ها باشم تا اینجا در خدمت بودم. اگر کمی ظرفیتی چیزی هست ببخشین، سعی میکنم از این وقت کنم یک جای ثابتی به تهیه کردیم در این برنامه در خدمت باشم. اگر که اجازه بدین آقای مهندس شهیدی، یکی از اساتید محترم شاعر عاشقه و هنرمند، از شما خواهش میکنم چند جلسه ای اولین جلسه که اینجا هستیم رو افتخار بدن که در خدمت باشم. آقای جزد با سلام و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه و این برنامه فرهنگی، آقای مهندس مجاهد، آقای سام و آقای ارشاد، عرض کنم که موضوعاتی که میشه در موردش صحبت کرد در مورد مسائل فرهنگی ایران خیلی گسترده هست. من با اجازتون با توجه به اتفاقاتی که اخیراً اتفاق افتاده در یک نقطه ای از دنیا که زمانی در واقع جزء امپراتوری ایران بوده و فرهنگ مشترکی دارن با ما، کشور افغانستان، و یک زنی رو زنده زنده سوزوندن که واقعا ویدیوهاش رو که خیلی تکان دهنده بوده اکثرا دیدید و خیلی تأثیر گذاشته و وجدان بشریت رو بیدار کرده این روزها، در مورد یک موجود مقدس به نام زن میخوام صحبت کنم و اینکه زن در تاریخ و فرهنگ ما چه جایگاه والایی داشته و داره همیشه و بزرگان تاریخ و فرهنگ ما همیشه در بزرگداشت مقام زن کارهای زیادی کردن، مطالب زیادی گفتن و شعرهای زیادی سروده شده. از دیرباز تاریخ
نیاکان ما تا به امروز درس‌های بزرگی به بشریت داده‌اند. من امروز مختصری در مورد یکی از این سمبول‌های بسیار مهم و با ارزش ایرانیان که طی هزاران سال درس‌های بیشماری به همه انسان‌ها داده صحبت می‌کنم. شخصیتی زیبا، مهربان، قهرمان و قهرمان پرور، شخصیتی که نمونه یک انسان والاست، یک زن، زنی که در طول تاریخ فرهنگی ما توسط هر یک از بزرگان فرهنگ و ادب ما به نوعی سمبولیک تصویر شده است. توسط فردوسی به صورت سیمرغ قهرمان پرور و توسط عطار به صورت یک رهبر. ولی سیمرغ به اعتقاد من اولین حرکت و انقلاب زنان شجاع و آزاده ایرانی بر علیه ظلم و تبعیض و نابرابری در دورانی بود که مردان به خاطر قدرت فیزیکی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌کردند. هزاران سال پیش در زمانی که مردان با قدرت فیزیکی بیشتر زنان را به بردگی و استثمار می‌کشیدند، ضرورت اجتناب ناپذیر زمان زنان دوران را به خلق تصویر و شخصیت واقعی زن در قالب یک قهرمان واداشت. قهرمانی که علاوه بر زیبایی و ظرافت قدرتی مافوق هر انسان دارد. قهرمانی که به صورت نمادین رهبر و پیشوا خلق شده و جامعه برای شناخت و رسیدن به جایگاه واقعی او میبایست متحمل سختی‌های بیشمار و گذشتن از مراحل متعددی بشود تا نهایتاً دریابد که سیمرغ بانوی است مقدس، مهربان و هوشیار که زداینده همه آلودگی‌ها از این کره خاکی است و نهایتاً در خواهد یافت که هر چند سیمرغ رهبر است، ولی چون تک تک افراد جامعه او را با عنوان رهبر برگزیده‌اند، در نهایت تک تک افراد جامعه رهبرند و رهبر پیرو و مجری منویات جامعه است. سیمرغ این بانوی بلند پرواز و آزاده هزاران سال پیش دامنه پروازش را بر تمامی کوه‌ها، دریاها و آسمان این کره خاکی گسترانید تا بذر محبت، عشق، دوستی و برابری انسان‌ها را در همه جا بپاشد. او سه عامل مهم زندگی انسان‌ها در این کره خاکی را سرمنشأ تلاش خود برای بهتر زیستن انسان‌ها جز اهداف اصلیش قرار داد تا در پاکیزه و نگاه داشتن آنها انسان‌ها را رهنمون باشد. آب، خاک و هوا، آنچه که امروز پس از هزاران سال انسان‌ها دریافتند که تحت عنوان حفظ محیط زیست می‌بایستی پاکیزه نگهداری شود. به دنیا آوردن سه تخم در سال نماد این سه پدیده مهم طبیعت بود. همون گونه که سیمرغ این سه پدیده را به عنوان فرزندان خود گرامی می‌دارد و متولی ارتباط سالم و هماهنگی بین این سه پدیده مهم زندگی است، تناسب و تعادل بین آنها را همواره یادآور می‌شود تا با حفظ این هماهنگی عامل ایجاد بحران‌ها و فجایع طبیعی که امروز شاهد آن هستیم نشویم. بیش از هزار سال پیش فردوسی با به شعر به نظم درآوردن داستان سیمرغ در نقش زنی که طفلی در کوه رها شده را به فرزندی گرفته و با پرورش او وی را به صورت یک قهرمان و یک انسان واقعی در می‌آورد. برای اولین بار به انسان‌ها می‌آموزد که نیازی نیست طفلی فرزند تو باشد تا به اون مهر ببرزی و پرورشش دهی. همه را دوست بدار، به همه عاشق باش، قهرمان و قهرمان پرور باش. وحیدالدین عطار حدود 850 سال پیش که پس از حمله اعراب به ایران محدودیت و فشار و اختناق و ظلم به زنان در زیر سلطه حکومت‌های خلیفه‌گری به اوج خود رسیده بود، به احیای مجدد فلسفه سیمرغیسم در پوشش و قالب داستان منطق الطیر با یا پارلمان پرندگان پرداخت که به نظم درآمده و برای اولین بار
به اعتقاد من فکر و اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد را فریدالدین عطار نیشابوری مطرح کرد و او مبتکرش بود. در داستان سیمرغ که حرکتی آزادی خواهانه توسط آزاد مردان و آزاد زنان جهان که با سمبل پرندگان مطرح شده و دنبال رهبری می‌گردند که آزادی خواهان را رهبری کند، دقیقاً نحوه شکل‌گیری این جمع و حرکت‌های آزادی خواهانه آنان تا رسیدن به مقصود را عطار آنچنان با اندیشه مافوق انسان به تصویر کشیده که امروز بر اساس آخرین دستاوردهای دموکراسی می‌بینیم که فریدالدین عطار در زمان خود همه اصول رسیدن به دموکراسی را در شرایط سخت خلیفه‌گری و دیکتاتوری آن زمان به سادگی و زیبایی مطرح کرده است. از جلسات و کنفرانس هایی که توسط پرندگان با یا به عبارت آزادی خواهان با هر رنگ و فرهنگ و نژاد تا داشتن یک رئیس جلسه و سخنگو مانند هدهد و یا مخالفینی که در جلسات برای رسیدن به هدف منفی بافی می کنند و سعی در بازداشتن دیگران از رسیدن به مقصود دارند، تا انتهای بسیار سمبولیک و زیبا و آموزنده داستان که آزادی خواهان به اوج سختی ها، یعنی به قله کوه قاف می رسند و در می آوند نهایتاً که سیمرغ و یا رهبری ایدئال آنها جمع خود آنهاست و تک تک آنها رهبرند و این یک پارچگی و هماهنگی بین آحاد آنهاست که رهبری را به وجود می آورند. به امید روزی که مردم ایران و همه کشورهای دنیا بدونند که تک تک خودشون رهبر هستند و این دست اونهاست که بتونن کشورشون رو و حکومتشون رو اداره کنند. خیلی ممنون. خیلی ممنون.